چیزهایی که ثروتمندان نمیخواهند که شما بدونید. این روزها اطلاعات زیادی درباره اسرار پولسازی و رازهای ثروتمند شدن در جامعه و در سراسر جهان وجود داره و کتابهای مختلفی در این حوزه نوشته شده. سمینارهای مختلفی هم برگزار شده و میشه. دوره‌ها و کتابهایی با عناوین اسرار جذب پول، رازهای مخفی پول، همه چیز درباره پولسازی اینترنتی، رازهای پولسازی از اینستاگرام. راه‌های مخفی پولسازی تو خونه، اسرار پولدار شدن در بورس، رازهای جذب ثروت، اسرار خلق ثروت، ماشین پولسازی، رازهای پولداری، رازهای پنهان پول و غیره و غیره. سلام به همه عزیزان و همراهان کانال میلیونر شو. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه درباره چیزایی که ثروتمندان نمیخوان که شما بدونید. قبل از شروع ویدیو یادتون نره که به کانالمون سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید. پس تماشای هیچ ویدیوی جا نمونید. مرسی از حمایتتون. خب بریم سراغ ویدیو. یک رویا و یک اشتیاق سوزان برای دستیابی به اون داشته باشید. این یه راز پولسازیه. اگه میخوای پول زیادی بسازی، اولین کاری که باید بکنی اینه که باید به طور دقیق رویای خودتو تعریف کنی. یعنی دقیقا مشخص کنی که چی میخوای و بعد یه اشتیاق سوزان برای رسیدن به اون داشته باشی. این مسئله یک ضرورته و اختیاری نیست. وقتی به رویای خودت فکر میکنی، حس خوب داشته باشی. بیشتر مردم وقتی به رویاشون فکر میکنن، حس بدی دارن. چون اونها اون چیز رو میخوان که در اختیار ندارن. شما باید حس خوب داشته باشید، اگرچه که اون رو ندارید. در اطراف کسانی باشین که از شما حمایت میکنن. افراد ناموفق به وسیله خانواده، دوستان، همسایگان، معلمین و همکارانی محاصره شدن که رویاشون رو میدزدن. اونها رویاشون رو میدزدن و بهش میگن که تو نمیتونی اون کار رو انجام بدی. افراد موفق دقیقا برعکس هستن. اونها با انسانهایی محاصره شدن که از رویاشون حمایت میکنن و در راه تعقیب رویا به اونها کمک میکنن. همیشه از کلمات مناسب، یعنی کلمات مثبت و دلگرم کننده استفاده کن. کلماتی که به زبون میارید موفقیت شما رو تعیین میکنن. چون شما در نهایت به همون چیزایی میرسید که با دهانتون اونها رو بیان میکنید. بیشتر مردم به وسیله زبونشون به دار آویخته میشن. کتاب بخونید. شما باید کتاب بخونید. رهبران همیشه کتابخون هستن. ما همواره به وسیله رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، دوستان و غیره در معرض افکار منفی هستیم و افکار منفی رو پرورش دادیم که باعث ایجاد ارتعاش منفی میشن. نتیجه این ارتعاش منفی جذب چیزای منفی تو زندگیه. شما باید افکارتون رو متحول کنید. تعداد زیادی فکر وجود داره که باید اونها رو اصلاح کنید. هر روز به فایل‌های صوتی گوش بدید. ذهن ما وقتی به چیزی گوش میدیم به شکل متفاوتی نسبت به وقتی که کتاب میخونیم اطلاعات رو برداشت میکنه. هیچ کدوم بهتر از دیگری نیست، ولی اونها خیلی با هم تفاوت دارن. به طور منظم در سمینارهای موفقیت و انگیزشی شرکت کنید. شما باید به صورت فیزیکی با افراد دیگه‌ای که خواهان موفقیت هستن ارتباط برقرار کنید. به طور منظم تو سمینارهای موفقیت و انگیزشی شرکت کنید. باید برای موفقیت‌هات شناخته و تشویق بشی. شما نیاز دارید به خاطر موفقیت‌هایی که تو زندگی کسب می‌کنید تشویق و تحسین بشید. باید افرادی رو داشته باشید که این موفقیت‌ها رو تصدیق کنن و دستاوردهای شما رو به رسمیت بشناسن. دوستای جدید هم عقیده با خودتون رو پیدا کنید. باید با افراد هم عقیده و مثبت اندیشی که دارای هدف و رویای مشابه خودتون هستن ارتباط برقرار کنید و با اونها دوست بشید. فراموش نکنید که درآمد شما متوسط درآمد 5 تا از بهترین دوستانتونه. باید دوستانی داشته باشید که از شما حمایت کنن، کسانی که تشویقتون کنن دنبال رویای خودتون برید. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو حوصله کردید و همراهمون بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. شما تا حالا از کدوم یکی از روش‌هایی که گفتیم استفاده کردید؟ کدومشون برای شما عملی شدن؟ خوشحال میشیم توی کامنت ها بهمون بگید.
یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.